شهبانو فرای پهلوی و شاه دخت نور پهلوی فرزند ارشد شاهزاده رضا پهلوی روز سه‌شنبه 29 نوامبر برابر با 8 آذر 2581 میهمان نمایندگان مجلس در کاخ سنای فرانسه بودند. در این نشست کنفرانسی با موضوع زن، زندگی، آزادی، ایران، شورش یا انقلاب برگزار شد و نمایندگان سنای فرانسه از انقلاب ملی ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت کردند. سناتور برونو روتای طی سخنانی در این نشست گفت: اعلی حضرت فرای پهلوی، شاهدخت نور پهلوی، می‌خواهم بگویم چقدر مفتخریم این عصر در مجلس سنا میزبان شما هستیم. حضور شما مایه افتخار است. خیلی مایه افتخار است. سناتور برونو روتا در ادامه خطاب به شهبانو فرا و شاهدخت نور گفتند: حضور شما وزن بیشتری به پیام حمایت آمیزی می‌دهد که از طریق این کنفرانس می‌خواهیم به مردم ایران و همه کسانی که قدرت و عظمت تمدنشان را تجسم بخشیدند، یعنی زنان ایرانی که طوفان. Bien, votre majesté impériale Farah Pahlavi. Votre altesse impériale Prince Nour. Je veux vous faire part de la fierté qui est la nôtre ce soir de vous accueillir ici au Sénat. Votre présence est un honneur, c'est un grand honneur. Et elle donne encore plus de poids au message de soutien qu'à travers cette conférence, nous voulons adresser à votre peuple et à toutes celles qui incarnent la force et la grandeur de sa civilisation. Ces courageuses iraniennes qui ont fait se lever en Iran le grand vent de la liberté. نمایندگان مجلس سنای فرانسه پیشتر نیز از خیزش ملی در ایران حمایت کرده بودند. آنها اوایل ماه نوامبر شعار زن، زندگی، آزادی را که به نماد جنبش اعتراضی ایران بدل شده در صحن مجلس و در حمایت از معترضان ایرانی سر دادند. نمایندگان مجلس سنای فرانسه همزمان در نشستی ویژه به بحث و گفتگو درباره اعتراضات گسترده و نقض حقوق زنان و حقوق بشر در ایران پرداختند. به گزارش یورونیوز فارسی، آلن ریشار، سناتور فرانسوی و نماینده حزب جمهوری به پیش که ریاست این نشست ویژه را بر عهده داشت، در سخنانی یاد مهسا امینی، دختر جوانی را که 16 سپتامبر گذشته پس از دستگیری توسط گشت ارشاد به دلیل بیرون بودن چند تار مو از روسری جان باخت، گرامی داشت. آلن ریشار همچنین از حدیث نجفی یاد کرد که به گفته او به دلیل آنکه به عنوان یک زن و یک فرد ایرانی آزادی خود را می‌خواست، به دست پلیس جمهوری اسلامی کشته شد. آنیک بیون از نمایندگان جریان میانه و رئیس هیئت حقوق زنان در مجلس سنای فرانسه دیگر سخنران این نشست ویژه بود. او طی سخنانی گفت: ما همگی باید به شعار زن، زندگی، آزادی بپیوندیم و سپس خواستار آن شد که جامعه جهانی با واکنشی قوی و یکپارچه از این اعتراضهای تاریخی حمایت کند. ملانی بوژر، سناتور نزدیک به جریان حامیان محیط زیست، نیز دست به کاری غیرمعمول در مجلس سنا زد و در انتهای سخنان خود اقدام به پخش گزیده‌ای از ترانه برای شروین حاجی پور کرد که این روزها به سرود غیر رسمی جنبش اعتراضی در ایران تبدیل شده. او همچنین گفت: آنچه امروز در ایران می‌گذرد شورش نیست، انقلاب است. انقلابی برای دموکراسی، برای عدالت، علیه استبداد مذهبی، انقلابی برای زنان، برای زندگی و برای آزادی.
پارلمان ملی فرانسه نیز در نشست روز دوشنبه 28 نوامبر برابر با 7 آذر طرح حمایت از معترضان ایران را مورد بررسی قرار داد و نمایندگان آن را با اکثریت مطلق آرا به تصویب رساندند. شاهزاده رضا پهلوی همزمان با تصویب این طرح با انتشار ویدیوی سخنرانی آدریان قومی در پارلمان فرانسه نوشت: ما از همه کسانی که از مردم ایران حمایت می‌کنند و در کنار آنها هستند قدردانی و تشکر می‌کنی. بر اساس مصوبه نمایندگان پارلمان ملی فرانسه از دولت خواسته شده تا در حوزه سیاست خارجی و در جهت اخراج رژیم ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل تلاش کند. همچنین بکوشد تا تحریم‌های شدیدتری علیه جمهوری اسلامی و به دلیل سرکوب مردم و نقض حقوق بشر وضع شود. این مصوبه از دولت فرانسه می‌خواهد تا تحقیقات مستقل درباره قتل مهسا امینی از سوی اتحادیه اروپا را دنبال کند. همچنین از دولت خواسته شده قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی را در چارچوب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و در راستای ایجاد یک مکانیسم تحقیقاتی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران از سوی کشور فرانسه به این سازمان ارائه کند. از سوی دیگر این مصوبه خواستار آزادی فوری شهروندان فرانسوی که به طور خودسرانه توسط جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شدند را داشته و از دولت تقاضا کرده که شهروندان فرانسوی به سرعت و با توجه به تعهدات بین المللی امضا شده توسط جمهوری اسلامی از حق حفاظت کنسولی خود برخوردار شوند. آدریان قومی نماینده مجلس ملی فرانسه از گروه رنسانس از جمله نمایندگان ایرانی تبار در کشورهای مختلف اروپایی است که از ابتدای خیزش ملی علیه جمهوری اسلامی وقایع ایران را دنبال و با مردم ابراز همدردی و همراهی کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز هفته گذشته قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی صادر کرد. پیشنویس این قطعنامه را نمایندگان دائم دو کشور آلمان به عنوان عضو شورا و ایسلند به عنوان عضو ناظر در تاریخ 11 نوامبر به مقر سازمان ملل در ژنو ارائه کرده بودند. این پیشنویس در نشست فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز 24 نوامبر مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با 25 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع به عنوان قطعنامه تصویب شد. تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین المللی از طرف رئیس شورای حقوق بشر برای بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات اخیر در ایران از جمله ابعاد جنسیتی آن یکی از بخش‌های این قطعنامه بود. بر این اساس هیئت حقیقت‌یاب باید تمامی شواهد مربوط به نقض حقوق بشر را جمع‌آوری، تجمیع و تجزیه و تحلیل کند تا در دادگاه‌های دارای صلاحیت ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی رسیدگی شوند. مصادف با تصویب طرح حمایت از مردم ایران در مجلس ملی فرانسه، اعلام شد که روز 14 دسامبر درباره اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل تصمیم گرفته خواهد شد.